دولت ایران رو شنیدم. من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم، من به پشتیبانی این در پنجم شهریور 1320 به نیروهای ایران فرمان ترک مقاومت داده شد. نیروهای شوروی و انگلیس که از چند جبهه وارد ایران شده بودند به هم پیوستند. ارتش نوپای ایران تار و مار شد. ارتش بود فریدون جم که در آن زمان ستوان یکم بود میگوید با اینکه فرماندهان تسلیم شده بودند سربازان هنوز مقاومت میکردند. من خاطرم است که موقعی که شهریور 1320 که شد من خودم فرمانده گردان شده بودم، فرمانده 1000 نفر سرباز داشتم و اینها، رفتیم و سنگر کندیم و اینها منتظر بودیم. بعد از اینکه دستور دادن که برگردید به سربازخونه دیگه بسرم از دو سه روز، وقتی من به سربازا گفتم بیاید برید، اونا سربازا میگفتن ما بر نمیگردیم، ما همینجا میمونیم، ما رو همینجا بکشن. سربازا روحیه‌شون این بود و تمام افسرها وقتی که شون میگفتن بریم میگفتن ما نمیریم، تا اینکه من رفتم بهشون گفتم که بالاخره دستور اینه، صلاح مملکت ایجاب میکنه، فعلا این کاری که شما بکنید بدتره، به ضرر مملکت تمام میشه، بلنشین بریم. بلنشین رفتیم. با ورود متفقین به تهران کار رضا شاه خاتمه یافته بود. روز 25 شهریور خبرنگار رادیو لندن از تهران گزارش داد که رضا شاه بالاخره استعفا داده و از تهران رفته است. نظر به این که من همه قوای خود را مصروف امور کشور کرده و ناتوان شدم، حس می کنم وقت آن رسیده که یک بنیه جوانتر به کارهای کشور بپردازد. بنابراین امور سلطنت را به ولیعهد و جانشین خود تفویض کردم. این گوشه ای از استعفانامه رضا شاه بود. هرچند دکتر فریدون کشاورز می گوید تصمیم به استعفا تصمیم رضا شاه نبود و حاکمان واقعی کشور متفقین بودند. در رادیوی بی بی سی ایدن، آنتونی ایدن، در ابتدای ورود قشون متفقین هنگامی که رضا شاه رو از ایران خارج کردند انگلیسا، متفقین گفت رضا شاه را ما آوردیم و رضا شاه را ما بردیم. من خودم شنیدم به گوش خودم، اون موقع دیگه من سرم میشد این مسائل. پایان کار رضا شاه به گفته دکتر سیف پور فاطمی بسیار تلخ و غم انگیز بود، نه فقط سرنوشت سلطنت که عزیمت از ایران هم به اراده او نبود. رضا شاه وقتی که از تهران خارج شد به اصفهان آمد. در اصفهان بنسل انگلیس که اون وقت مستر کورت بود به او گفت که شما از اصفهان نمیتوانید بروید مگر اینکه کلیه املاک و دارایی خودتون را که در اون موقع بیش از 60 میلیون تومان پول نقد در بانک داشت واگذار کنید و از ایران خارج بشید. از تهران هم قوام شیرازی و سجادی، دکتر سجادی، آمدن به اصفهان و نوشته را از او گرفتن. بعد از اونجا میرد به کرمان. در کرمان رضا شاه را باز برای چند روزی نگاه میدارن تا کلیه اسنادی را که باید امضا بکند و مرحوم جم که اون وقت وزیر دربار بود همراه او بود است، کمک میکند که این اسناد را حاضر بکنند و اون وقت به او خبر میدهند که قنصل انگلیس به او خبر میدهد که کشتی در بندر عباس حاضر است که شما را به هندوستان ببرد. به او میگفتند که شما به هندوستان میروید و از هندوستان ما شما را به آرژانتین یا به چیلی در جنوب امریکا خواهیم برد. به طوری که مرحوم جم صحبت میکرد در کرمان وضع روحی رضا شاه خیلی بد بود است، به طوری که حتی روی میز مجبور بودن که زیر ظرف‌ها پارچه بذارن که کارد و چنگال روی میز صدا نکند، چون اینطور اعصابش خورد بود است. و وقتی هم که به بندر عباس میرسد برای اولین دفعه مرحوم جم میگفت که شروع میکند به گریه کردن و میگوید من ترجیح میدادم که در یک ده ایران با سختی و گرسنگی بمیرم تا اینکه امروز بروم در خارج دور از مملکتم و دور از کشورم که 20 سال برای اون زحمت کشیدم، و امروز که میروم دو نفر که مورد اطمینان من باشن وجود ندارن، سوار کشتی میشد و او را از
همونجا بردنش که بعد بردنش به جزیره موریس. در جزیره موریس فریدون جم مونس و همصحبت دائمی او بود. در عرض 8 ماه که در اونجا بودم فقط اظهار تأسفی که از اعلیحضرت من شنیدم در از این 8 ماه که شب و روزم باشون بودم ها. تنها صحبتی که می کردن این بود که دلشون می خواست که حتی در حاجی آباد زندگی بکنن، در حاجی آباد تو راه بندر عباس. می گفتن اونجا رو به بهترین نقاط دنیا ترجیح می دن. اون بسته خاک هم که فراشون فرستادن اعلیحضرت وقتی اینه دیده بودن، البته خاک بوسیده بودند و بعد گفته بودن به اعلیحضرت بگید که این فراموش نکنن این خاک برای پوشوندن تن من کافی نیست. منظورشون این بود که حتما من مثلا وقتی فوت کردم باید برگردونم به ایران. و در تمام این مدتی که من به اصطلاح با ایشان این 8 ماه 9 ماه راه می رفتم، خدا شاهده من یک بار یک کلمه ای که بگن که مثلا من پولی از دست دادم، ثروتی از دست دادم، مقامی از دست دادم، سلطنت از دست دادم نبود. همش نگرانیشون این بود که وضع ایران چی میشه و نگرانش این بود که من آرزوم این بود که در ایران زندگی کنم و در ایران بمیرم. رضا شاه رفته بود اما پیش از رفتن مطمئن شده بود که سلطنت در خاندان او باقی خواهد ماند و به گفته دکتر سیف پور فاطمی، کسی که سلطنت را به محمد رضا شاه داد، نخست وزیر وقت محمد علی فروغی بود. به طوری که اسناد سیاسی وزارت خارجه نشون میدهد، انگلیس ها در اون وقت علاقه داشتن که دیگر فامیل پهلوی به درد ایران نمیخورن. این بود که انتونی ایدن در انگلستان با محمد حسن میرزا ولیعهد احمد شاه که در اون وقت در انگلستان بود و همچنین با پسر محمد حسن میرزا که اون وقت در بحریه انگلیس خدمت میکرد با اینها صحبت میکرد، بالاخره به این نتیجه میرسن که در جبین این دو نفر این نور رستگاری نیست و از اونها صرف نظر میکنن. بعد روس ها در مسکو با ساعد که اون وقت در اونجا سفیر کبیر بوده است داخل مذاکره میشن که رئیس جمهور ایران بشد. انگلیس هم به فروغی پیشنهاد میکنند. در خود ایران هم یک عده‌ای از همون رهبرهای اول که عبارت بودن از قوام السلطنه، مصطفی فاتح، مشرف نفیسی، مرحوم فرزین و عده دیگری از روشنفکران ایران معتقد بودند که حالا که رضا شاه از بین میرد باید حتما یک حکومت جمهوری بر سر کار آورد و پایان حکومت این سلسله را اعلام کرد. ولی وقتی که مرحوم فروغی در مجلس استعفانامه رضا شاه را خواند دیگه فرصت به مجلسی ها نداد. گفت بله خوشبختم که اگرچه اعلی حضرت استعفا دادن فرزند لایق ایشان ولیعهد هم از امروز برای سلطنت ایران اعلام میکنیم و همین امروز برای مراسم سوگند در مجلس حاضر خواهند شد. و 2 ساعت بعد محمد رضا شاه را به مجلس برد و او مراسم تحلیف را به جا آورد و سلطنتش را اعلام کرد. دوران استبداد خاتمه یافته بود و با اینکه ایران هنوز در اشغال نیروهای بیگانه بود، آنگونه که احسان نراقی میگوید، شور و هیجان تازه‌ای در کشور آغاز شد. یک مرتبه مردم وقتی رضا شاه رفتن به طرف سابقه دوره مشروطه. تمام رجال و تمام هدفها و مظاهر دوره مشروطه دو مرتبه مورد توجه جوانا قرار گرفت. یکی از این مظاهر علاقه به سیاست و تشکیل و فعالیت در احزاب بود. اولین حزب منسجم و متشکل حزب توده ایران بود. دکتر فریدون کشاورز از نخستین کسانی بود که به این حزب پیوستند. در زمان رضا شاه دکتر ایرانی که از آلمان به ایران مراجعت کرده بود حوزه هایی درست کرد که در این حوزه ها مسائل سیاسی رو مطرح می کرد و مسائل مارکسیسم رو مطرح میکرد. بعد از چندی عده این افراد به 53 نفر رسید و وقتی که به 53 نفر رسید توقیف شدن. به همین مناسبت این عده به نام 53 نفر معرفی شدن. میان این عده افرادی وجود داشتند که یا جزء 53 نفر بودن یا جزء کمونیست های قدیم ایران بودن و
اینها مؤسسین حزب توده شدن، ولی مرامنامه حزب توده و روزنامه های حزب توده رو در اون موقع اگر نگاه بکنیم میبینیم که حزب توده ایران در ابتدای تشکیلش یک حزب ملی بود، حزبی بود که به قانون اساسی حتی نوشته بود که ما احترام میگذاریم، یعنی شاه را هم قبول داشت و در بالای روزنامهش نوشته بوده که کن لظالمو خصمن و للمظلوم اونن، یعنی دشمن ظالم باش و کمک و مدد مظلوم. حزبی بود که طرفدار بهبود زندگی کارگرها و دهقانان و محرومین بود و این وضع تا سلیمان میرزا زنده بود ادامه داشت. سلیمان میرزا مسلمون بود و نماز میخوند و حتی من خودم بارها دیدم که در کلوپ حزب نماز خوند و آقای خمینی در یکی از صحبتهای خودش گفت که یکی از رهبران بزرگ حزب توده ایران رو من سفری که به حج کردم در حج دیدم و اون سلیمان میرزا بود. یک چنین آدمی نمیتونه کمونیست باشه. حزب توده ایران مدتهای حزب ملی بود، به همین مناسبت عده زیادی از تحصیل کرده ها و روشنفکران ناراضی ایران به او تمایل پیدا کردند، عضو حزب شدند یا در کنار حزب فعالیت کردند. یه عده زیادی از استادان دانشگاه، متخصصین، شعرا مثل فریدون توللی، مثل به حضور شما ملک شعرا بهار صادق هدایت در کنار حزب توده طرفدار حزب توده بودند. عده زیادی، آقای محمود کمپوزیتور معروف در کنار حزب توده بود، سرود اول حزب توده رو او ساخت. این نشون میده که این حزب حزب ملی بود. کسان دیگری هم به فکر تشکیل حزب افتادند و یک باره احزاب بسیاری در گوشه و کنار مملکت به فعالیت پرداختند. یکی از این احزاب هم به گفته دکتر سیف پور فاطمی جبهه آزادی ایران بود. جبهه آزادی یک دسته بود از 25 روزنامه های معروف ایران که البته برادر من هم مرحوم دکتر حسین فاطمی که اون وقت روزنامه باختر که مال من بود و مدیرش بود یکی از بنیانگذاران اون جبهه بود و ملک الشعرای بهار پیشوای این دسته بود که دسته خیلی قوی هم بود چون تمام روزنامه های خوب مملکت در اونجا جمع شده بودن و این گروه برای آوردن حکومت و بردن حکومت خیلی متنفس و زینفوز بودن. شرکت در احزاب راه ورود به سیاست شده بود. دکتر کریم سنجابی میگوید با مشاهده تشکیل احزاب مختلف او و گروهی از همفکرانش نیز به فکر تأسیس حزب افتادند. حزب توده از طرفی به وجود آمده بود با اون کیفیت، از این طرف انگلیس ها سیدیا را با سلام و صلوات و از فلسطین وارد ایران کردند و ایشان هم آمده بودند. حزب اراده ملی را تشکیل داده بودن با مظفر فیروز و با چای نعنا و با انانات ملی و با کلاه پوستینش و یک سیاست مخصوصی دید. و حزب جمال امامی و علی دشتی و اینا و ما می‌دیدیم حزب ایران، حزب خود مردم ایران در اینجا وجود نداره. به فکر این افتادیم که یک حزب میهنی ایرانی به وجود بیاریم. در اونجا وقت دو سه تا حزب کوچک بودن. یک حزبی بود به نام پیکار که جهانگیر تفضلی و خسرو اقبال چیزش بودند. یک حزب دیگری بود به نام حزب میهن پرستان که علی جلالی و شجاع الدین شفا و مجید یکتایی و آقای پورسرتین اینا در کمیتش بودند. آقای عبدالقدیر آزاد هم یک حزب دیگری وجود آورده بود و ما هم دانشگاهی های عده دانشگاهی ها یک عده جمعیتی داشتیم با هم ولی اسم حزب نداشتیم. با هم صحبت کردیم و از ائتلاف این چهار دسته با هم یک حزب وجود آوردیم به نام حزب میهن. یه عمارت خیلی بزرگی در خیابان شهابات با 2000 تومان که اون موقع مبلغ گزافی بود اجاره کردیم و یک روزنامه هم برای این دادیم
و ما دنبال سیاست دکتر مصدق از این زمان بودیم، تا اینکه حزب ایران هم تشکیل شد از یک عده از مهندسین، مهندس فریور و رفقای دیگری ایشون. اون وقت حزب میهن و حزب ایران با هم دیگر متحد شدن به نام حزب ایران. در واقع حزب ایران از این زمان در سال تقریبا 1325 تشکیل شد. این ابتدای شروع کار ما بود. به جز سیاسیون، مذهبیون هم در زمان رضا شاه سرکوب شده بودند. در جو جدید مسلمانان وارد فعالیت شدند و روحانیت که شدیداً صدمه دیده بود به فکر سر و سامان دادن به وضع مرجعیت افتاد و به گفته ابوالحسن بنی صدر در میان روحانیان درباره سازمان دادن به روحانیت دو طرز فکر وجود داشت. یکی این بود که نجف باید مرکزیت داشته باشه و قوم رو نباید در برابر نجف تراشید. بعد یک نظر دیگه پیدا شد، اون این که نه، حوزه قم شاید بهتر بتوانه عمل بکنه. اون وقت مرحوم بروجردی در بروجرد بود، رفتن اونجا پیش او. از کسانی که رفتن پیش او یکیش همین آقای خمینی بوده، به اصطلاح فضلای حوزه پاشتن رفتن پیش او که او رو بیارن به حوزه قم برای اینکه به اصطلاح حوزه قم تقویت بشه. بروجردی هم به این شرط پذیرو بیاد قم که بعد بره به نجف که دیگه منصرف شد و مون در قم. اما تا او بیاد به قم، در قم 4-5 تا مرجع و نیمچه مرجع بودن که عبارت بودن از مرحوم حجت، مرحوم خونساری، مرحوم فیض و مرحوم صدر، پدر همین آقا موسی و آقا رضا صدر. اما شناخت و مبارزه برای اسلام پرچمداران دیگری هم یافته بود، کسانی که با زبان زمان سخن می گفتند و همچون مهندس مهدی بازرگان اسلام را دین سازگار با زمان معرفی می کردند. بین مخصوصا درسونده ها با همکاری بعضی از علمای روشنفکر اینا، اونجا هم در واقع محضر به این حرکت اصلاح طلبی و حرکت به سو بازگشت به اصل و این که بیان در میدون دفاع بکنن، این تحول پیدا شد و برای خودشون مجامع و انجمنهای دینی و اسلامی اونها یک هویت و حرکتی پیدا کردن. نیازهای نسل درس خوانده مسائل عقیدتی، اجتماعی و اقتصادی جامعه بود و به گفته ابوالحسن بنی صدر برخی از مذهبیون هم در فکر یافتن پاسخهایی برای این مسائل بودند. این است که گرایش های به اصطلاح نوسازی دینی پیدا شد که بعضی از روحانیون در این جریان شرکت کردند، مثل مرحوم طالقانی. و می‌دونید که در اون وقتی که جریان انجمنهای اسلامی پیدا شد در دانشگاه ها و دبیرستان ها که اینو بانیانش یکیش همین مهندس بازرگان اینا بودن، یکیش هم مرحوم نخشب بود و این کسانی که سامی و اینها. این جریان روشنفکری دینی بود. تعداد کمی از روحانیون هم به این جریان پیوستن، بعضی دیگه مثلا به خط لیبرالی رفتن و طرفدار آزادی، فعالیت آزادی سرمایه و این چیزا شدن. بعضی دیگه هم که اساسا مسئله رو سیاسی می دیدن، مثل خط مرحوم کاشانی که این آقای خمینی هم اون وقت از دوستان اون مرحوم کاشانی بود. بعد از قضایای بسیار تلخی که من شاهد بودم و گذشتن اون قضایا و رفتن رضا شاه با تحمیل متفقین که آمدند ایران و رضا شاه را بیرون کردند، با تحمیل متفقین این شاه روی کار آمد بدون اینکه ملت اصلش در این مسائل رضایت یا دخالتی داشته باشند به هیچ وجه، بلکه با مخالفت ملت. آیت الله خمینی در این سالها مدرس حکمت و عرفان در حوزه علمیه قم بود. او کتابهای عرفانی بسیار نوشته ولی به طبع نرسانده بود، گرچه کتاب کشف الاسرار او در رد مخالفان و دفاع از اسلام نامش را به خارج از حوزه برد.
اما سیاسی ترین چهره مذهبی سالهای بعد در کنار آیت الله کاشانی نواب صفوی بود. به گفته ابوالحسن بنی صدر، فدائیان اسلام به رهبری نواب صفوی حتی برنامه حکومت اسلامی هم داشتند که با قوه قهر خواهان اجرای آن بودند. اونجور که خود او میگفت نوشته های کسروی رو در نجف بوده خونده و به اصطلاح غیرتش به جوش آمده و راه افتاده بود آمده بود ایران. در اون مرام نامش حکومت اسلامی هست. بعد در این حکومت اسلامی پیشنهاد به اصطلاح اصلاحات اقتصادی مهم شده، از جمله مثلا این اصلاحات ارضی رو دوی گرایش های دینی اولین بار اونا ترک کردن. اون وقت چیزهای در زمینه سیاست خارجی داشتن که باید این مثلا به سلطه بیگانه در کشورهای اسلامی خاتمه داد، معتقد به جامعه بین الملل اسلامی بودن، تو اون برنامه‌شون بود این چیزا. در کنار همه این نیروهای نوخاسته، محمد رضا شاه جوان با گام‌های لرزان سلطنت خود را آغاز کرده بود. Quand on veut créer son entreprise, on est vite perdu quand on entend. Cabis, dépôt de capital, statut, numéro SIRET. De quoi bien gâcher vos soirées. Rassurez-vous, Conto est là pour vous aider à y voir plus clair. Avec Conto, gérez facilement et rapidement les étapes de la création de votre entreprise. Et tout ça, 100% en ligne. Rédigez vos statuts, déposez votre capital, ouvrez votre compte pro et démarrez votre activité en toute simplicité. Rendez-vous sur conto.com pour créer votre entreprise.